بر شما سیاوش مهرآیین هستم از استودیو جلوه مهر و باید بگم به این ویدیو آموزشی خوش آمدید. در این ویدیو با هم میخواییم منوی بازی Assassin's Creed نسخه بلک فلگ رو در نرم افزار افتر افکت بسازیم. پلاگین های پارتیکلر از مجموعه ترامپ کود و اپتیکال فلی از ویدو و کوپایلت پلاگین هایی هستن که در این پروژه ازشون بیشترین استفاده رو خواهیم دید. در این ویدیو لیر مپینگ رو در پلاگین پارتیکلر یاد خواهیم گرفت و کمی با اکسپرشن ها کار خواهیم کرد. همینطور اگر پروژکت فایل این آموزش رو دانلود کنید در اون یک پریست اپتیکال فلی خواهد بود که طرز کار با اون رو هم یاد خواهیم گرفت. هدف اینه که شما بعد از دیدن آموزش با دستکاری تنظیمات بتونید نزدیکترین تصویر به ویدیوی اصلی رو بسازید. خیلی خوب شروع میکنیم. میایم به کامپوزیشن، نیو کامپوزیشن و اسم این رو میذاریم فاینال. من به خاطر اینکه دارم آموزش میدم ترجیح میدم از پریست NTSC دیوان واید اسکرین اسکور پیکسل استفاده کنم، ولی خب شما نمونه شیش رو هم خواهید داشت. 10 ثانیه عالی بود و اوکی رو میزنیم. من میخوام اینو ببندم و همچنین رندر کیو رو. خب کنترل وای برای ساختن یه سالید جدید، اسم اینو میذارم مین پارتیکلز و از پالت افکت ها میام به ترپ کود و پارتیکلر رو میندازم به لایه. خب میخوام یه سالید سفید هم بسازم، منتها مربع باشه، پس عرض و طول باید یکی باشه. پس طول رو هم میذارم روی 486 و اوکی و میام به قسمت ماسک ها این بالا پایین منوبار و لیپس تول رو انتخاب میکنم و دوبار روش کلیک میکنم. میخواستم یه دایره بشه، به خاطر همین مجبور بودم مربع بسازم و میخوام این رو پری کامپوز بکنم. پس کنترل شیفت سی و اسم پری کامپ رو هم میذارم مپ 1. گزینه دوم انتخاب میکنم تا تمام مختصات ها رو برام به ترکیب بندی جدید ببره. اوکی رو میزنم. ما در واقع قراره از این دایره به عنوان یک مپ استفاده بکنیم برای پخش شدن ذراتمون. خب F4 رو میزنم و یادمون باید باشه که این لایه در اینجا باید سبودی باشه و حالا میرم به پارتیکل لایه ذراتم ایمیتر، از روی پوینت ایمیتر تایپ رو میزنم روی لیر و میام پایین لیر ایمیتر و حالا لایه‌ای که مپ یک هست رو انتخاب میکنم. میام بالا ولاسیتی رو میزنم روی صفر، ایمیتر سایز روی زیرو هم میزنم صفر. خب فعلا اتفاق خاصی نیفتاد، ولی براتون برای اینکه نشون بدم در واقع الان داره از اون دایره برای ساختن ذرات استفاده میکنه. حالا هر کاری که من روی این لایه انجام بدم، مثلا اگه آر رو بزنم و بچرخونمش ذرات هم باهاش میچرخه، اگر پی رو بزنم و جابجاش بکنم ذرات هم باهاش تکون میخوره. پس من این رو میخوام روی 90 درجه روی محور ایکس بچرخونمش و همچنین بیارمش پایین. خب اس رو هم میزنم، شیفت اس رو زدم تا آپشن اسکیل رو هم برام بیاره. این علامت رو برمیدارم، این در واقع باعث میشه که تمام این اعداد با هم یکی باشن، ولی من چنین چیزی رو نمیخوام. البته میشه از اینم استفاده کرد، ولی اگه به مشکل برخوردید اینو بردارید و روی هر محوری که میخواید به اندازه‌ای که میخواید کم و زیادش بکنید. خب خیلی خوب، حالا میرم به لایه مین پارتیکل. در ضمن پلاگین پارتیکلر یه
لایه میسازه که در واقع این لایه داره به مپ ما نگاه میکنه و نیازی نیستش که ما این رو ببینیم. پس علامت در واقع شای رو میزنیم که دیگه اون لایه ها رو نبینیم و ترکیب بندیم اون لایه هامون شلوغ نشن. من میخوام بیام به فریم صفر و روی پارتیکل پر سکند کلیک بکنم و بذارمش روی صفر. دور رو بزنم تا کیفه ما رو بیاره برام. یه مقدار بیام جلوتر و 2500 پارتیکل یا شاید بیشتر برام درست بکنه و بعد از اونم صفر و دیگه برام ذره ای رو نشون نده. تقریبا میشه که ما با ایمیتر کاری نداریم، اما بازم بهش برمیگردیم در آینده. میام به قسمت پارتیکل و ذرات هم به عمرشون رو میذارم روی 10 ثانیه تا از بین نرن، و سفیر فدر رو هم میذارم روی حالا 10 صفر. فکر میکنم صفر بهتر باشه برای من، فقط برای اینکه ایده ای داشته باشید در مورد اینکه هر کدوم از این آپشن ها چیکار میکنن. سعی میکنم بهتون توضیح بدم. سایز 5 خوبه و ترانسفر مود هم روی نرمال باشه، عالی. خب حالا میریم به قسمت فیزیکس، ایر، توربولنس فیلد و اینجا افکت پوزیشن رو میذاریم روی 150. اگر الان من در کامپ هم تکون بخورم میبینید که ذرات به شکل خیلی دیوونوار دارن حرکت میکنن، اما اگر اسکیل رو بذاریم روی یه عدد پایین تر، من فکر کنم 3 برای اون بهتر باشه. حالا میبینید که شکل مود شده. پروژکت فایلی که دانلود میکنید ویدیوی اصلی رو به عنوان منبع براتون داره که بهش مراجعه بکنید. همینطور هم که میبینید ذرات همینطوری دیوونوار در این پایین حرکت نمیکنن. پس با اسکیل میشه این مشکل رو حل کرد. اگر امواج زیاد نیستن افکت پوزیشن رو بالا ببرید و فکر زمان رو هم بکنید. در ضمن من میخوام برای این پروژه خاص بیام به قسمت پرفرنسز و مدیا اند دیسکش و نیبل دیسکش رو خاموش بکنم، به این خاطر که ما با ذرات زیادی سر کار داریم و اون وقت ممکنه که موقعی که داریم کار میکنیم ما رو خیلی اذیت بکنن. به غیر از اون اگر باز به مشکل برخوردید بیاید به ادیت، پرج و آل مموری یا شورتکات کنترل آلت و دکمه تقسیم روی ماشین حساب کیبورد. خب حالا میخوام که این مین پارتیکلز رو دوپلیکیت بکنم و اسمش رو بذارم مید پارتیکلز، در واقع به عنوان ذرات میانی، و برم و مپ شماره 1 رو که ساخته بودم هم دوپلیکیت بکنم و در واقع به خاطر اینکه یک مپ دیگه ای داشته باشم و وارد کامپ مپ دومون بشیم. من میخوام این یک نیم دایره باشه، پس با توجه به اینکه داریم از ماسکا استفاده میکنیم میام و رکتنگل تول رو انتخاب میکنم و سعی میکنم از وسط دایره به مستطیل بکشم و بذارمش رو حالت سابترکت. به غیر از اون دوباره برم و الیپس تول رو انتخاب بکنم و در این وسط شیفت آلت و کنترل نگه دارم تا یه دایره دیگه بسازه و این رو هم بذارم به سابترکت. پس شکل نهایی ما میشه این. و حالا مپ شماره 2 رو وارد کامپ بکنم، سبودیش بکنم و خاموشش بکنم. حالا برای میت پارتیکلز ما میخوایم لایه مپ شماره 2 رو انتخاب بکنیم. میبینید؟ حالا مپ شماره 2 روش آر رو میزنم و 90 درجه میچرخونمش. میتونید 90 درجه یا میتونید 270 درجه، بسته به اینه که شما بخواید این فضای خالی کجا بیفته. من فکر میکنم اگر به سمت
بیرون بیفته، یعنی به سمت محور زی، به سمت آخر محور زی خیلی بهتر باشه. ولی خب امتحان میکنیم و اس رو بزنم. در مورد این مپ خاص به نظر من بهترین کار اینه که ما این علامت رو برداریم و خودمون دستی حالتیه که میخوایم بهش بدیم. خب من میخوام پی رو بزنم و یه مقداری بیارمش پایین تر. و همینطور برم به لایه ذرات و ذراتمون رو یه مقداری کوچیک‌تر بکنم. بزنمشون روی 4 و ایمیتر زی رو هم بزنم روی 10. مپ شماره 1 رو فکر میکنم اگر یه مقدار ما ببریمش عقبتر بهتر باشه. میشه و دوباره این یه مقدار بیاریم پایین تر و این ذرات میانیمون رو ما فکر میکنم بهتر باشه که در قسمت فیزیکس ایر و اون افکت پوزیشن رو بذاریم رو 120 تا نقدر زیاد تکون نخوره. ولی خب توجه داشته باشید به زمان، به اینکه چقدر در 1 ثانیه اینها تکون میخورن و اسکیل رو هم برش بزنم رو 2 شاید. خب یک بار دیگه میخوام این میت پارتیکل رو کپی بکنم و اسمش رو بزنم فار پارتیکل، یا در واقع ذرات دور، و دوباره مپ شماره 2 رو دوپلیکیت بکنم با کنترل دی و وارد کامپ بکنم و سبودی و حالا آدرس اون لایه رو بهش بدیم. خب اول از همه آر برای این یکی 270 درجه فکر میکنم بهتر باشه و شروع میکنم به اسکیل کردن. خب من نهایتا میرسه به این ذراتی که بالا میرن، یعنی اگر ببینید بارومی بالا میره. خب یه سالید جدید به اسم Animated Particle، ترجمه مشکی باشه، حواسمون باشه که اندازه کامپمون باشه، نمیخوایم دیگه مربع استفاده بکنیم و افکت پارتیکلر رو میندازیم بهش. من میخوام سولوش بکنم و برم به قسمت ایمیتر. ایمیتر رو بذاریم روی باکس و ولاسیتی رو بذاریم روی 0. ایمیتر رو روی ایکس بالا ببریم، روی وای و روی زی. این ترتیب فقط متولد میشن و همونجوری میمونن و هی عوض میشن. در واقع یه سری ذرات به این میرن و ذرات جدیدی به وجود میاد. خب برای اینکه اینا رو در واقع براشون یک انیمیشن درست بکنیم، ما میخوایم روی محور X و Y، در واقع فقط X، اینا یه مقدار بالا برن. اما برای این کار باید بیایم به اول کامپ، اول برای ذراتی که متولد میشن یکی فریم بسازیم و در واقع اونها رو کنترل بکنیم و بعد سراغ انیمیشن بریم. برای این کار فکر میکنم بهترین راه این باشه که اینها
در واقع این کار رو جلوتر انجام بدیم، یعنی بذاریم در واقع کامپ ما شروع بکنه به کار کردن، چون ما از اینجا نمیخوایم رندر بکنیم، در واقع از اینجا میخوایم شروع کنیم به رندر کردن. پس یه مقدار میایم جلوتر و از اینجا به بعد شروع میکنیم در واقع کار با این یکی ذرات رو شروع کردن. خب یه مقداری میایم عقب، پارتیکل پر سکند رو میذاریم روی صفر، میریم جلو. یو رو میخوام بزنم تو کیفریم رو ببینم و فکر میکنم 25 عدد مناسبی باشه. ذراتی متولد شاید هم 35. یه مقدار که جلو میریم بذاریمش روی صفر که از اینجا به بعد ذراتی متولد باشه. میشه ذرات بیشتری رو انتخاب کرد، مثلا 45 و اینا. میبینید این مشکل برای اینه که برای رم پی دی و در واقع نحوه کار کرده افتر افکته که کاری که قبلا کردید و با کار جدیدتون در واقع قاطی میکنه. برای حل این مشکل هم شما بیاید به Edit Purge All Memory یا از شورتکات Ctrl Alt و دکمه تقسیم روی ماشین حساب کیبورد استفاده بکنید. خب حالا که تکلیف اینا مشخص شد، من میخوام یه مقدار آپشن پارتیکل و اپاسیتی اوور لایف رو انتخاب بکنم و روی سومین روی چهارمین پریست از بالا کلیک بکنم. پس با این اوصاف اینا به آرومی متولد میشن و بعد از اینکه در واقع زمانی که شما براش تعیین کردید براشون الان اینجا سست، بعد از این به آرومی تصریح ها. من میخوام اینو ببرم روی مثلا 6 ثانیه تا زمان بیشتری رو داشته باشیم و به غیر از اون فرایند از بین رفتنشون رو در واقع در زمان بیشتری به ما نشون بده. مثلا بیام و این کار رو بکنم. پس اینا متولد میشن و اگر خیلی سریع شد در واقع شما هر وقت خواستید میتونید برگردید و این رو عوض بکنید. خب و مورد دیگه ای در این در واقع درباره به وجود اومدن و از بین رفتن این ذرات فکر نمی کنم باقی مونده باشه، فقط حالا میمونه حرکتشون. حرکت قبل از تولدشون شروع میشه، قبل از به وجود اومدنشون. پس من اسلایدر در واقع موقعیت رو آوردم پایین. میتونید برای این کار شما به جاش روی وای بیارید پایین، در واقع عدد رو ببرید بالا و اسلایدر میاد پایین و کی فریم بسازید براش و برید به آخر کامپمون و ببریدش بالا. وقتی با موس میگیریدش و شیفت رو هم نگه میدارید در یک خط میبره بالا و اگر موس رو چپ و راست بکنید حرکتی نمی کنه. با این اصاف اینها متولد میشن، میان و از بین میرن. اگر دوست داشتید بیشتر دووم بیارن عمرشون رو بیشتر بکنید، در واقع به جای 7 ثانیه بزنید یا 8 ثانیه و در واقع اسلایدرتون رو بالاتر ببرید. یعنی در اینجا مثلا من میتونستم اینا رو بیارم بالاتر، با این حساب اینا بیشتر حرکت میکنن و شما بیشتر میبینید. خب اینم برای این ذرات
خب خیلی شلوغ پلوغه اینجا فکر میکنم، و خب وقت اینه که حالا مرتبش بکنیم. برای اینکه اینا شما رنگشون بکنید و با رنگ باشون سر کار داشته باشید، در واقع شما از چند متد میتونید استفاده بکنید. برای ستای اول در واقع شما میتونید به پلاگین بگید که از رنگ این مپمون استفاده کن. یعنی اگر این مپ سفیده، تو رنگ سفید ذرات رو به صورت رنگ سفید به من ارائه بده. یا اگر رنگش رو عوض کردم، مثلا رفتم به این کامپ و یه افکت فیل دادم و اینو قرمز کردم، پس تو هم ذرات رو برای من به صورت قرمز به وجود بیاد. این یک راهه و من به شما یاد میدم. البته راهی نیستش که من در ادامه بخوام استفاده بکنم، علت خاصی هم نداره. ترجیح میدم کنترل بیشتری داشته باشم به رنگ ها در یک لایه. و برای اینکه شما بخواید بذارید روی مپ و در واقع رنگش رو از مپ بگیره، به صورت پیش‌فرض پلاگین روی این حالت هست. پس من اگه بیام به مپ شماره یک و افکت و در واقع جنریت و فیل، در واقع معذرت میخوام، برم داخل کامپ و به این لایه این افکت اضافه بکنم و برگردم اینجا، ذرات برام قرمز. اما اگه بخوایم به این شکل نباشه و رنگ رو خودمون دستی انتخاب بکنیم، کاری که میشه کرد اینه که باید در واقع بیایم اینجا و Layer RGB Usage رو بزنیم رو نال. من برای هر سه لایه میخوام این کار رو بکنم. خب حالا رنگی رو در واقع از اون نمیگیره. به جاش میخوام یک نول آبجکت درست بکنم و اسمش رو بذارم color controller و خاموشش بکنم و این کامپو بیارم این گوشه و به این لایه نول افکت اکسپرشن کنترلز و کالر کنترل انتخاب کنم و بذارمش روی سفید و اسمش رو بذارم بر فرض می پارتیکل. بیام به اینجا ای رو بزنم. ببخشید وقتی روی لایه نولیم این پنجر پالت افکت رو قفل بکنیم. بیام به اینجا ای رو بزنم، افکت رو وا بکنم و پارتیکل و alt کلیک روی این استاپ واچ و وصلش کنم به این. به این ترتیب از این بعد من هر چی رو تو اون لایه عوض بکنم، رنگ من رو هم در اینجا عوض خواهد کرد. من میخوام همین کار رو برای لایه های دیگه بکنم، یعنی layer new null object. او ببخشید، در واقع میخوام همین کار رو برای بقیه ذرات هم بکنم. پس افکت کالر کنترل سفید خیلی خوب تمام شد. پالت ها رو برگردیم سر جاش. به اینا دیگه نیازی ندارم. و حالا اگر در نول آبجکتمون هر کدوم از اینا رو رنگش رو عوض بکنیم، مسلما رنگ ذراتش هم عوض خواهد شد.
خب من رنگا رو از قبل نوشتم. برای ذرات اصلی رنگ رو میخوایم بذاریم روی 227 D6F و همین رنگ رو کپی میکنیم برای ذرات میانیمون. برای ذرات دورمون میخوایم از 86 C59 C استفاده میکنیم. برای Animated Particles میخوایم از رنگ FBEF9D استفاده میکنم. حالا من فکر میکنم ذرات میانیمون که در واقع مپشون مپ شماره دوه رو یه مقداری بیاریم عقبتر، خیلی کم، به این شکل بشه. و البته وقتش هم هستش که یه دوربین اضافه بکنیم. میخوام از دوربین 50 میلیمتری استفاده بکنم. اگه همین الان شروع کنیم به چرخیدن میبینیم که چی درست کردیم. و البته این مپ شماره دو رو یه مقداری هم پایین تر بیاریم. خیلی خوب. حالا وقت اضافه کردن افکت گلو به هر کدوم از این ذرات به صورت جدا جداست. خب پارتیکل های اصلی میخوام پارتیکل رو ببندم، بیام به افکت، استایلایز و گلو و گلو کالرز از اورجینال کالرز بزنم روی A and B کالر و به رنگ A مون در واقع 147 165 و رنگ B مون هست 49 C 988. زدید سلو بکنم من این رو. خب یه مقدار میخوام گلو ریدیوس رو بیارم بالا و ورشوال رو میخوام کم بکنم. نمیدونم میتونید روی صفحه ببینید ولی ضعیف شده همین حالته. و این رو بزنم روی 1.2 و این گلو رو کپی بکنم به همه این لایه ها. ولی لایه انیمیتد پارتیکلز رو قبل از اینکه افکت گلو رو بهش بندازم میخوام یه دوپلیکیت ازش بسازم و فعلا خاموشش بکنم و حالا افکت گلو رو بهش بندازم. خب این یکی انیمیتد پارتیکل که دوپلیکیت کردم و میخوام اسمش رو بذارم بلور شده. در واقع قراره که ما در این لایه یه مقدار ذرات رو بزرگتر بکنیم، شاید مثلا 7 و فدر رو هم از روی 50 بزنیم روی 20 مثلا. و بهش و در واقع بهش بیایم به افکت بلور اند شارپن و کامرا لنز بلور رو اضافه بکنیم و عددش رو بزنیم روی چیزی مثل 65. شما نمیدونم میتونید، فکر نمی کنم قادر به دیدنش باشید. من پس من یه عدد کوچیکتر رو انتخاب میکنم ولی هدف ساخته یه همچین شکل هایی هستش. فکر میکنم برای این پروژه 35 خوب باشه. اما از اونجایی که رندر اینا با در واقع رندر افکت کامرا لنز بلور یه مقدار زیادی طول میکشه، این لایه رو میخوام خاموش بکنم فعلا. حالت بقیه لایه ها رو روی اد قرار میدیم و میت پارتیکلز رو هم در خود افکت
ترانسفر مود رو روی اد قرار میدیم و بذارید برای فار پارتیکل هم امتحان بکنیم با هم دیگه. روی فار پارتیکل هم به همین شکل. خیلی خوب. توی پروژکت فایلی که دانلود میکنید یه ویدیو هست به نام لنز پنتاگون. این رو من میخوام شما وارد کامپ بکنید و از اونجایی که من در واقع برای آموزش یک رزولوشن کمتری رو انتخاب کردم، این ویدیو رزولوشنش HD هستش، HD 720. سولوش بکنم فعلا، بیام به افکت، کالر کارکشن و کربز. میخوام که این رو یه مقدار رنگ مایل به زرد، پس قرمز و کانال قرمز رو توی افکت کرب بالا میبریم، همینطور سبز رو و آبی رو یه خود ازش میگیریم و RGB رو هم به همین شکل. خب میشه به این شکل. اگر او ببخشید حالت لایه هم میزنیم روی اسکرین. میشه به این شکل. همینو میخوام دوپلیکیت بکنم و W رو بزنم و بچرخونمش و یه مقدارم زمانش رو جابجا بکنم. این شکل سولو بکنم و چون میخوام رنگ این عوض بکنم و رنگش رو بذارم یه حالت سبز آبی مانندی، پس سبز رو توش بالا میبریم، آبی رو هم به همین شکل و قرمز رو ازش میگیریم. حالت لایه هم که روی اسکرینه کل RGB رو یه مقدار کم میکنیم. میشه شکلی که به ما میده. یه احساس کردید رنگ مثلا زرد یه مقدار بیشتر داره به قرمز میزنه، پس خب مسلما بیایید و درستش بکنید. یا اگه خیلی معلومه با RGB میتونید این رو ضعفش بکنید، چون ما قراره اپتیکال فلیر هم اضافه بکنیم. خب کنترل وای برای ساخت یک سالید جدید، OF برای اپتیکال فلیر، یادمون باشه که اندازه کامپمون باشه. اوکی. و شما در واقع وقتی پروژکت فایل رو دانلود بکنید یه پریست هست، این پریسته و اینم توضیح نصب پریسته، حتما انجام بدید این کارو چون قراره از این پریست استفاده بکنید. بیایم به افکت ویدیو کوپایلت و اپتیکال فلیر و به این آپشن و من میخوام برم به اون بخش در واقع کاستوم پریست و این پریست رو انتخاب بکنم و اوکی بزنم، بیارمش این گوشه طوری که فقط یه مقداری از در واقع حالت ایلومینیشنی که داره پیدا باشه. بیام به اوله در واقع اونجایی که میخوایم شروع بشه تقریبا اینجاست و رنگش رو هم میخوام عوض بکنم و بذارم روی F لو B D 7 و البته Effect Color Correction و Tint و شاید 50% تینت بهش بدم چون نمیخوام خیلی پر رنگ باشه. و حالا شروع کنیم به حرکت در آوردن این اپتیکال فلیم. اورف رو انتخاب کردیم در پنجره افکت ها، پوزیشن ایکس وای روش کلیک میکنم. میخوام یه مقدار بیام تقریبا وسط، البته فرق نمیکنه هر جوشون خودتون دوست دارید، و بیارمش بالا و در واقع همچین حالتی همینجا بمونه. پس این کیفریم رو انتخاب میکنم، کنترل سی و کنترل وی و
و میارمش پایین. حتی میشه شما اینجا یه مقداری ببرید این برتر، یه حرکتی داشته باشه و بیاد پایین. اینها رو بهتره که ایزی ایزشون بکنید با دکمه F9. خب برایتنس هم فکر کنم 100 زیاد باشه. میخوام برایتنس هم کی فریم بشه. پس در واقع بهتر استش که ما بعد از حرکت کردن براش کی فریم بسید. پس اینجا میخوام واقعی مقدار قبل از در واقع اینجا میخوام برایتنس همون 0 باشه. یه مقدار که جلو میریم برایتنس روی 80 روی 80 بمونه. قبل از تموم شدن حرکت البته بذاریم این کیفریم رو پاک کنیم و در واقع فقط این باشه، اون یه بار بره بالا و بعدش بیاد پایین. و در اینجا یادمون باشه که یک کیفریم بسازیم روی همون 80 و یه مقدار قبل از تمام شدنش 0. در واقع نتیجه میشه این یه بالا میاد پایین و به آرومی خاموش میشه. این سه تا کی فریم هم با دکمه F9 بهتره که شما ایزی ایزشون بذارید رو حالت ایزی ایز. خب میخوام یه سالید دیگه هم بسازم. او قبل از اون به صورت فلیکر اپتیکال فلیر اسپید روی 15 و اماونت روی 35. خب و حالا دوباره سالید و OF2 افکت ویدیو کامپایلر اپتیکال فلیر. دوباره اون پریست رو انتخاب بکنید فقط با یه تفاوت. دفعه در خود پلاگین اپتیکال فلیر بیاید به این پایین و قسمت لنز اورب و 89 رو بذارید روی 95. هدف اینه که این ذرات این وسط یه مقداری بزرگتر شن. خب اوکی رو میزنیم. رنگش رو هم میزنیم به 43 899 A ببخشید 899 و میاریمش این میشه. این یکی برخلاف اپتیکال فلیر قبلی همین بالا میمونه و حرکت خاصی نمیکنه. میگم بهتره به مرجعم نگاه بکنید. خیلی از کارهایی که من دارم میکنم سلیقه‌ایه، ولی شما میتونید با پلاگین اپتیکال فلیر با لایه لنز پنتاگون که توی پروژکت فایل هستش کارهای خلاقه بیشتری انجام بدید. خب من میخوام این از بذارید توشید کیفریم ها شده بگید. میخوام این از یه مقدار جلوتر شروع کنه به حرکت کردن و فقط بیاد پایین. حتی قبل از اون یکی پس به پایین، حتی پایین تر این یکی رو هم زیز. خب و روی 80 باشه یا البته 85 یا از قبلی تر. پونزده و اماونت حالا رو برای این یکی روی 40 چون حرکتش کم تره همچین حالتی داشته باشه. این مقدار میخوام بیاد بیشتر به سمت چپ. خیلی خوب این دوتا رو حالتشون رو میزنیم روی عد پس میشن به این شکل. خب
در قسمت مین پارتیکلز من دوست دارم که در قسمت ذرات خود پارتیکل اپاسیتی رندوم رو بزنم روی 35 تا همه یه در واقع ذرات به یک شکل نباشه، یا حتی 50. البته شما با گلو هم میتونید بازی بکنید. میخوام این لایه رو روشن بکنم تا ببینیم چه شکلی شد. خب همونطور که الان میبینید خیلی جوندار نیستن، پس میخوام برم و ذرات رو بزرگتر بکنم در قسمت پارتیکل و همچنین شاید اون ریدیوس رو کمتر. خیلی خوب، یادتونم به شما میتونید مثلا این انیمیتد پارتیکلز رو دوپلیکیت بکنید، براش رنگ متفاوتی رو انتخاب بکنید و یعنی که بزرگتر یا کوچکترشون بکنید. من ترجیح میدم توی این نمونه یه ذره بزرگتر باشن و به همیشه. بخش دیگه ای که مونده بخش ساختن این خطاییه که اینجا میبینید. کنترل وای رو میزنم و اسمش رو میذارم گرید. اوکی، و تجن پریکامپش میکنم، کنترل شیفت سی و اسمش رو میذارم دیسکامپ. واردش میشم و اون به افکت ها و تایپ میکنم گرید، جنریت گرید و اینو یه عدد منفی میذارم، منفی 15 مثلا، و این یکی رو میذارم یه عددی مثل 950. این عددی که میگم بهتون این کمتر از عرض ما، طول ماست، در واقع کمتر از 872 و یه عدد منفیه، پس خط ازش میره بیرون و این عدد باید بیشتر باشه تا از اون سمت هم بره بیرون. و اینو یه مقدار فاصله خطوط رو به هم نزدیک میکنم، border رو میذارم روی 3. از فاصله باید نزدیکتر شه ولی به خاطر کاری که بعد از این میخوام بکنم و شما باید ببینیدش، فعلا فواصل رو زیاد میگیرم به خاطر اینکه ممکنه به خاطر اسکرین ریکوردینگ نتونید شما ببینید. پس حالا یه لایه ادجاستمنت و افکت بوش یا در قسمت دیستورت این افکت هستش، میتونید از اونجا این افکت رو استفاده بکنید و هوریزونتال رادیوس رو بالا میبرید و ورتیکال رادیوس رو هم برمیشید. اما ما میخوام این برعکس باشه، برای همین این رو تبدیل میکنم به یک عدد منفی و تپر رو بالا میبریم. انتی الیاسینگ هم میزنیم روی های و حالا میبینیم که اینه اینجا هستن. حالا میتونیم راحت فواصل رو کمتر بکنیم. حالت لایه رو بذارید روی اوورلی و اپاسیتیش رو هم بذارید روی 15 و حالا میایم به لایر نیو
adjustment layer و یادمون باشه که زیر دوربین باشه این لایه effects color correction و curves. یه مقداری از درجه سبز من میخوام اینجا خیلی کم کم کنم و حتی میخوام یه مقداری هم قرمز رو بالا ببرم. خیلی این همچه که میبینید کمه در اینجا، اگه خیلی بالا ببرید کاملا چکه کارتون عوض میشه. RGB یه مقداری از بالا کنتراست نموداره S و نهایتا روی دوربین دکمه A رو میزنم تا Point of Interest رو برام بیاره. خب یه Expression براش بنویسم، Alt رو نگه میدارم و روی ساعت کلیک میکنم و میرسم Vigor پرانتز نقطه 8 در واقع 8 هم کاما یا ویرگول 15 پرانتز رو میزنم. اگر احساس کردید حرکت زیاده من این 15 رو میزنم روی 10 و 8 هم رو میزنم روی 7 هم. خب میکنم همه چی خوب باشه، منتها برای اپتیکال فلیر اولی شاید زیاد بردیمش به سمت راست. یه مقداری بیارمش نزدیکتر بکنم و بهتر بشه اینطوری. با توجه به اینکه برای لایه انیمیتد پارتیکلز من این کار رو به شما یاد دادم که در واقع زیادید یه افکت فعلا فقط برای اینکه بهتون نشون بدم اضافه بکنم در واقع این کار رو یادتون دادم. مطمئنا شما دیگه قادر خواهید بود که خودتون از این ویدیوها بسازید. این افکت رو پاک میکنم. نکته دیگه که حائز اهمیت اینه که برای رندر این شما بهتره که از حالت 16 بیت استفاده بکنید تا همه چیز با هم دیگه بهتر ترکیب بشن. شما هم کار خودتون رو انجام بدید، دو صفحه فیسبوک یا یوتیوب لینک بذارید تا ما ببینیم. اگه برای این کار نظری داشته باشید خوشحال میشیم بشنویم. سیاوش مهرایی هستم از استودیو جلوه مهر. امیدوارم که این آموزش هم براتون مفید بوده باشه و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.